با نام خدا و سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 جدی سال 1400 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط مهمترین خبرها. وضع محدودیت ها از سوی دولت برای انتقال پول از افغانستان. یو کس کولی شي د خپل ضرورت په خاطر باندې خارج ته تر 15000 ډالر پول له ځان سره یوسي. عدم مخالفت دولت با دهاقین برای کشت کوکنار. مردم ما شما از لحاظ اقتصادی بسیار مشکلات دارن، خصوصا دهاقین. آنها طبقه فقیر جامعه هستند، آنها نیاز به کمک دارند. ناپدید شدن یک جراح اعصاب از کابل. تصمیم آمریکا برای آزادی 5 زندانی از گوانتانامو. و نگرانی صنعتکاران از قاچاق مواد خام خالی. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. رئیس الوزراء در یک فرمان تازه بر انتقال پول از طریق میدان هوایی بین المللی کابل محدودیت وضع کرده است. رئیس میدان هوایی بین المللی کابل میگوید بر بنیاد همین فرمان پس از این هیچ فرد و یا خانواده نمیتواند بالاتر از 5000 دلار آمریکایی را با خود به بیرون از کشور انتقال بدهد. به گفته رئیس میدان هوایی، تلاش هایشان برای جلوگیری از قاچاق طلا و مواد مخدر از طریق این میدان شدت یافته و با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت. نوید بهار گزارش می‌دهد. مقام های میدان هوایی بین المللی کابل میگویند یک فرمان رئیس الوزراء را به تازگی دریافت کردند که بر بنیاد آن در انتقال پول از سوی شهروندان به بیرون از کشور محدودیت وضع شده است. رئیس میدان هوایی کابل میگوید که پس از این هیچ فرد و یا خانواده نمیتواند بالاتر از 5000 دلار آمریکایی را با خود به بیرون از کشور انتقال بدهد. امارت اسلامی دی مشرتابه دی ریاست الوزراء لخوا هدایت وسو سی یو کس کولی شي د خپل ضرورت په خاطر باندې خارج ته تر 15000 ډالر پورې له ځان سره یوسي. تر 15000 ډالر اخوا ته موږ چاته اجازت نه ورکوو. با گفته رئیس میدان هوایی کابل، در روزهای اخیر 10000 دلار آمریکایی که در پمپرهای اطفال جاسازی شده بود و به خارج از کشور انتقال داده میشد را به دست آوردند. رئیس میدان هوایی میافزاید که تلاشهایشان برای جلوگیری از قاچاق طلا و مواد مخدر به شدت ادامه دارد و با متخلفان برخورد جدی خواهند شد. هغه کسان چې هغه د ډالرو قاچاق کوي یا د طلا قاچاق کوي یا په نورو بخشو کې قاچاق کوي، هغه گرفتار سي د دې لپاره باقاعده سزا انتخاب سوې ده. موږ په تیرو څو ورځو کې د دې شاهدان اوسېدلي یو چې دا قضیې مو دلته تعقیب کړي دي او دا ډالر مو هم ګیر کړي دي، کسان مو هم ګیر کړي دي چې دوی به انتقالول په ډیرو مختلفو شکلو. پیش از این بر بنیاد قوانین هر مسافر هنگام خروج از کشور 10000 دلار آمریکایی و به ارزش 20000 دلار طلا را می توانست با خود انتقال بدهد و مقدار بیشتر از آن غیر قانونی و قاچاق شمرده می شد. در صورتی که ما اگر هر چه قیودات بیاریم در میدان هوایی که قانونی حرکت میکنه پول، این بازوید انتقال می دهیم به صورت غیر قانونی قاچاق. یعنی شما 10000 دلار که نمانین و یوازش 5000 بانین، خب 5000 توسط درفت توسط اوله ها صورت میگیره، میان در سرای 16 اوله میگیرن، اوله رو میبرن در هندوستان یا در پاکستان، در ایران، در هر جایی که باشه از اون میرن پیسه از اونجا میگیرن. مانا داره که این جلوگیری از قاچاق نیست. پیش از این در ماه هوت سال پار دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان با نشر یک گزارش گفته بود که انتقال غیرقانونی پول نقد از طریق ترمینال میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان ادامه دارد و دستگاه های بررسی سریال نمبر پول ها در این میدان را مسئولان این اداره استفاده نمی کنند. امارت اسلامی برای جلوگیری از کشت کوکنار به دهاقین بدیل ندارد و از همین رو نمیتوانند مانع کشت آن در کشور شوند. زبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، با ابراز این مطلب تاکید میکند که در حال حاضر دهاقین کشور با مشکلات اقتصادی درگیرند و باید پیش از جلوگیری از کشت کوکنار برای آنان
راه بدیل ایجاد شود. آقای مجاهد همچنان می‌افزاید گام‌های مؤثر برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر در افغانستان برداشته شده است و امارات اسلامی در این راستا مسئولیت خود را ادا می‌کند. ده هاکین هم علت کشت کوکنار را فقر، مشکلات اقتصادی و نبود بازار برای محصولات زراعتی دیگر عنوان می‌کنند. گزارش از عبیدالله انوری. نبود راه بدیل برای دهاقین و افزایش احتمالی کشت کوکنار در افغانستان. امارت اسلامی میگوید برای جلوگیری از کشت کوکنار با دهاقین بدیل ندارد و زمین رو نمیتوانند مانع کشت آن در کشور شوند. با گفته سخنگوی امارت اسلامی در حال حاضر دهاقین کشور با مشکلات اقتصادی درگیرند و باید پیش از جلوگیری از کشت کوکنار برای آنان راه بدیل ایجاد شود. زبیالله مجاهد اما میگوید برای پیدا کردن راه‌های بدیل با جهان گفتگوها صورت گرفته تا آن زمان کوکنار کشت خواهد شد. دهاقین آنها طبقه فقیر جامعه هستند. آنها نیاز به کمک دارند. یعنی ما آنها نمیتونیم آنها را از راه برخورد از کشت جلوگیری بکنیم، چون من حکومت علیه مردم خود قرار میگیرم. همچنان آقای مجاهد میافزاید گام‌های مؤثر از بحر جلوگیری از تجارت مواد مخدر در افغانستان برداشته شده است و امارت اسلامی در این راستا مسئولیت خود را ادا می‌کند. تجارت مواد مخدر مطلق بند است. ما در این راستا هم گام‌های مؤثر برداشتیم، هم پلان خوب داریم که هر نوع تجارت مواد مخدر از افغانستان باید مسدود شود. دهاقین علت کشت کوکنار را فقر، مشکلات اقتصادی و نبود بازار برای فروش دیگر محصولات زراعتی انوان میکنند. نه خو استدی چې اقتصادی حالت ډیر خراب دی، د موسساتو د خاصه خنده شي نسته چې موږ د یغه مثلا نه کوم زراعتي تخمونه چې دغه نه دی راته موږ خو لوسالی کې ډیر کوکنار پر وسی دغه علتونه دغه چې یو خارجان موږ پیسې کنګل کړی دي، بل غربت په افغانستان کې روان دی. با باور ډاکټران اگر جامعه جهانی به وعده هایش برای راه بدیل زرع خاشخاش عمل کند، کشت کوکنار در افغانستان به صفر خواهد رسید. این دکتران همچنان میگویند در صورت افزایش کشت کوکنار با شمار مبتلایان مواد مخدر در کشور افزوده خواهد شد. در دور قبلی طالبا اینا کشت کوکنار را به صفر رساندن و جامعه جهانی وعده کرده بود که اگر شما به صفر برسانین ما یک کشت بدیل براتان میتیم. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و چندین سال می شود در رده نخست قرار دارد و مبارزه با این پدیده از گذشته کم بود، زیرا پول هنگفت به جیب قاچاقبران مواد مخدر می آورد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواهان آزادی سه فعال رسانه‌ای است که در یک یوتیوب چینل فعالیت داشتند و سوی امارت اسلامی به تازگی بازداشت شدند. همزمان با این یک هفته می شود که مسئول یک شبکه رادیویی خصوصی در ننگرهار لادرک می باشد. اما مسئولان در امارات اسلامی می گویند دولت جدید افغانستان متحد به آزادی بیان و حمایت از رسانه های کشور است. گزارش از فرحناز فریبرز. شمار از رسانه‌داران و خبرنگاران مدعی‌اند که مسئولیت جانی و کاری در حال حاضر ندارند و نمی توانند با خیال راحت به فعالیت های رسانه‌ایشان ادامه دهند. در تازه ترین مورد، سهرگل سیرت مسئول یک رادیوی خصوصی در ننگرهار از چهارشنبه هفته گذشته به این سو در کابل لادرک شده و نزدیکانش از وی هیچ خبر در دسترس ندارند. بیادر ما نادرک است که در موتر گم شده. از جلال آباد آمده اینجا روز پنجشنبه چهارمین بجه گم شده، درکش نیست. باس اون مردم گفت هیچ شواهد نداشت، گفت ما خبر نیستیم، نی احوال داریم، اوضاع هم گفت، امنیت هم گفت. باز که پرسان کردیم از یار دوست گفت نیست، آدمی گم شده. ای تو گفتیم که عریسه کردیم، گفتیم شاید اختطاف شده باشه، دوزی کرده چیز معلوماتی نداشت. من داغین غختانه داده چه باید خوش که ده فامیلم طول پا تشویش که ده مور چه ده مریض ده پسپتال که ده اول طول پورانی مسئولیتون ده لری. از سوی دیگر عدم دسترسی به اطلاعات، عدم هماهنگی منظم میان برخی ادارات دولتی و خبرنگاران از دیگر مشکلات صدها رسانه‌دار در کشور گفته می شود. اعلامیه را لیگی مونگ یه غنڈی تزو کلا چه داغ ریاست یا وزارت دروازی ترسی گو و حالتا مونگ نپری خود رکی گو حالتا ویلکی گی چون بجریان کنی و نقلت تاست دو اجازه نشتا. بعضی از روزها ما نمیتونیم اطلاعات از مسئولین امارت اسلامی دریافت بکنیم.
در همین حال مسئولان امارت اسلامی میگویند آنان با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان متحدند، اما مشروط بر این که فعالیت رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی باشد. امارت اسلامی از کار خبرنگارا و از آزادی بیان حمایت میکنه و امارت اسلامی ممانعت هیچ نوع فعالیت کدام رسانه را نکرده. اتحادیه ژورنالیستان نیز از امارت اسلامی خواهان همکاری منظم و دوامدار با رسانه ها است. بازداشت خبرنگاران در جریان کار خبرنگاری مطابق هیچ اصول نیست و مردود است و این موضوع اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان را من حیث یک نهاد حامی جامعه رسانه‌ای افغانستان نگران کرده است. در تازه ترین مورد کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواهان رهایی 30 کارمند رسانی از سوی امارت اسلامی شده که به گفته این نهاد 30 کارمند مربوط به یک یوتیوب چینل بودند. بنیاد بیات برای صدها خانواده نیازمند در ولایت پکتیکا غذا توزیع می کند. مقامات بنیاد بیات می گویند که این کمک ها به هدف رسیدگی به مشکلات خانواده های نیازمند در کشور صورت می گیرد که در شمار ولایت باقی مانده کشور نیز ادامه دارد. در این حال کسانی که از بنیاد بیات کمک دریافت کردند با استقبال از این دستگیری می گویند که در شرایط سخت بنیاد بیات با آنها رسیدگی کرده و از دیگر نهادهای خیریه نیز می خواهند تا با آنها کمک کنند. بسیاری از خانواده های فقیر در پکتیکا که با وضعیت وخیم اقتصادی روبرو هستند، بنیاد بیاد یک محموله بزرگ آرد، برنج و روغن را به عنوان بخش از کمک های زمستانی خود به این ولایت فرستاده است. مسئولان بنیاد بیاد میگویند که علاوه بر پکتیکا به خانواده های نیازمند در ولایت هرات، بلخ، ننگرهار، غزنی، خوست، کندز، ننگرهار، کنر، اروزگان، کندهار، کابل و بامیان کمک توزیع کردند. و این سلسله به سایر ولایات نیز ادامه خواهد یافت. نن مو دی پکتیکا ولایت دی بیوزل خلکو سره دی ارمنو خلکو سره چې لیسې په خاطر ترتیب شوی وو دی خوراکي توکو لکه اوړه وریجی غوړی عمره ستر سره کړه. در عین حال نیازمندانی که از بنیاد بیات کمک دریافت کردند با خوشحالی میگویند که در شرایط بسیار سخت اقتصادی با آنها کمک شده و از دیگر نهادهای خیریه نیز میخواهند که این گونه برای آنها اقدام کنند. د بیات مس له طرف چې کومه مرسته له به وزن سره کیږي مننه ته نکوه او له موږ سره مرسته وکړه په آینده کې هم موږ غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. د بیات مس بیات ډېر هغه غواړو مننه غواړو چې موږ سره مرسته وکړه چې نه ډېره ډېره مننه غواړو هر کلی ورته کړو نور باید دغه مرسته نورې وسي. موږ ډېر خوشحاله یو ډېر هغه یو چې له موږ سره مرسته وکړه او موږ خوشحاله یو چې همېشه چې پاره دغه سې مرسته راسره. همزمان مسئولان ولایت پکتیکا از کمک های بنیاد بیات به خانواده های نیازمند تشکر کرده میگویند که مردم در شرایط سختی به سر میبرند و دیگر مؤسسات خیریه باید برای نیازمندان چنین اقدامی کنند. بیات خیریه بنسټ د موسسه نه مننه کوو او شکریه ده که اوس یې پکتیکا ولایت ته په اول ځل باندې دوی مرسته راولېږنه او دا د غریب ولس چې کومې ستونزې وي یو څه تر یو څه حده پورې هغه ستونزې ورسره حل شوې. بنیاد بیات همساله به افراد نیازمند در سراسر کشور کمک میکند، علاوه بر حفر چاهای عمیق برای تأمین آب آشامیدنی سالم. این بنیاد در ساخت مساجد، شفاخانه ها، کلینیک ها، میدان های ورزشی و مکاتب در ولایات مختلف کشور پیش قدم بوده است. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. نجیب الله سکندر جراح اعصاب و رئیس فدراسیون ملی تکواندو از دو روز به این سو از شهر کابل ناپدید شده است. هرچند همکاران این جراح اعصاب نخواستند که در این مورد صحبت داشته باشند، اما مربی تیم ملی تکواندوی کشور میگوید نیروهای امارات اسلامی را از جریان اتفاق با خبر کردند. در همین حال مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند که موضوع را به ارگانهای امنیتی شریک ساختند و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. گزارش از عبیدالله انوری. ناپدید شدن یک جرای اعصاب در شهر کابل. نجیب الله سکندر جرای اعصاب و دکتر در شفاخانه جمهوریت از دو روز به این سو در شهر کابل ناپدید شده است.
دکتران در محل کار این جرای اعصاب اما میگویند این رویداد حوالی ساعت 2:30 شب چهارشنبه زمان رخ داده است که این جرای اعصاب پس از ختم عملیات میخواست به خانهش برود و از آن شب گوشی های همراهش خاموش شده است. ختم عملیات ساعت 2:30 شب شفاخانه را به قصد خانه ترک کردن و در مسیر را تلفن استاد خاموش میشه و تا امروز هیچ اثر از استاد پیدا نشده. در پی این اتفاق شمار از دکتران میگویند ناپدید شدن آقای سکندر آنان را شوکه ساخته است. ما هم باعث ای که اختطاف شدیم. خواهش ما از امارات اسلامی است که هر اختطاف چیره که گرفتار میکنند در مظهر عام اینا را اعدام و سنسار کنند. دکتر سکندر همزمان با انجام عملیات های پیچیده از چند سال به این طرف فدراسیون تکواندو افغانستان را نیز رهبری میکند. مربی تیم ملی تکواندو میگوید هرچند نیروهای امارات اسلامی را در جریان گذاشتند اما هنوز سرنخ از او به دست نیامده است. از امارات اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که هرچی عاجل پیگیری کنند و دکتر سر به آغوش خانوادهشان بر بگردانند. مسئولان صحت عامه میگویند موضوع را با ارگانهای امنیتی شریک ساختند و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. کوشش وزارتخانه های امنیتی ما این است که همین حالاتی که بسیار به فیصدی کم دشوار است و با دکتر صاحبا و کدرهای ما که یک تشویش ایجاد شده ای را هم باید رفع کند. نجیب الله سکندر یکی از جراحان متخصص اعصاب در کشور شمرده می شود. این در حال است که حدود یک ماه پیش نادر عالمی دکتر اعصاب در شهر مزار شریف ولایت بلخ اختطاف شد و سپس از سوی ربایندگان به قتل رسید. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که صنعتکاران افغانستان به دلیل قطع به مورد برق با مشکلات متعدد روبرو هستند و از این رو است که از شرکت برق افغانستان میخواهند که راه حل برای این مشکل بیابد. مقامات شرکت برق افغانستان میگویند که ازبکستان بدون هماهنگی صادرات برق به افغانستان را 60% کاهش داده و این امر جریان عادی برق را مختل کرده است. اخیراً عرضه خدمات برق در کشور کاهش یافته است و این پرچاوی های برق آن هم به گونه دوامدار شهرک های صنعتی را با مشکل مواجه ساخته است. مصرف کنندگان برق از کمبود برق و پرچاوی های دوامدار گلایه دارند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که برق رسانی به پارک های صنعتی در هفته های اخیر به شدت کاهش یافته و صنعتگران با مشکلات جدی مواجه هستند. آنها میگویند تعداد از کارخانه ها به دلیل کمبود برق حتی تعطیل شدند. آنها از شرکت های برشنا میخواهند تا به حل مشکل برق رسانی به پارک های صنعتی توجه جدی کنند. و یکی از دلایل عمده که چرا صنعت در افغانستان رشد نکرد و چرا دلگرمی در بخش صنعت بیشتر نشد و چرا اکثریت فابریکات ما به زودی ورشکست شد، دلیل عمدهش نبود برق کافی، نبود برق منظم و قیمت صرفی برق بود. در سوی دیگر آگاهان اقتصادی همچنین از دولت افغانستان به ویژه شرکت برق میخواهند که تامین برق را برای تقویت تولید داخلی تسهیل کنند. په ټوله کې د حکومت لپاره ډیره مهمه او ډیره اړینه دا ده چې د پانګونې لپاره او د صنعت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي، د دوی حمایت کولی شي چې هم کارموندنې په برخه کې مؤثر واقع شي، هم د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې. شرکت برق افغانستان نتوانسته است در مورد حل این مشکل اظهار نظر کند، اما در بیانیه این شرکت گفته شده که با ازبکستان گفتگو صورت گرفته و کماکان مشکل کمبود برق در افغانستان حل شده است. افغانستان حدود 1600 میگاوات برق نیاز دارد که 70% آن در حال حاضر از تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می شود. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. باشندگان شهر کندهار از پرچوی های دوامدار برق شاکیان و میگویند نبود برق مشکلات زیاد را برایشان به بار آورده است. و گفته یه باشندگان شهر کندهار در حال حاضر در 48 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند و با این وضع نمی توانند به مشکلاتشان رسیدگی کنند. در همین حال مسئولان شرکت برشنا در کندهار با تایید این مشکلات میگویند که تلاش دارند با ترمیم بند برق کجکی مشکلات مردم کندهار را حل کنند.
از چند هفته بدین سو باشندگان کندهار بسیاری اوقات را در نبود برق سپری می کنند و پرچوی های دوامدار برق آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. به گفته باشندگان کندهار در حال حاضر در 48 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند و بسیاری اوقات از جنراتور و سولارهای آفتابی برای روشنایی منازلشان استفاده می کنند. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو او ټول ژوند په برق پورې دی او هم یخه ده اوبه هم ډېر ضرورت دی. برق باید به اوله پرا بندونه جوړ شي، بیا د بندو نه بعد صفا اوبه ورکول شي او دغه برق خو بېرته راوستل نشي، دغه دوه هفته ده چې په کورونو کې برق نشته. در همین حال مسئولان شرکت برشنا در کندهار میگویند که پرچوی های برق ناشی از بارندگی های شدید اخیر و مشکلات تکنیکی در بند برق کجکی بوده و تلاش میکنند هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کنند. از اینجا سو روز رئیس اورشتو ندی و هوا برانی و اتمن وریز بی نوزمون در سولر تولید تقریبا سپر در تکروب کردی همدارنگ در تیرو لس و سخ و رز و سخه که جکی که در سه تخلیقی مشکلات عمل یو ترانسفورمر را وارد کردی نو از موجه در کجکی برشنا مطلق قطع ده. این نخستین بار نیست که باشندگان کندهار از نبود برق شاکیان و رنج میبرند، بلکه سال هاست که باشندگان کندهار با مشکلات بی برقی مواجه بودند. اما اکنون مقام های امارت اسلامی میگویند که در حال بررسی خط بند کجکی تا کندهارند که به زودی این خط بازسازی خواهد شد. امتحان بسهای اکمال تخصص طبی با حضور معین ارزیابی خدمات صحی و رئیس پوهنتون کابل با اشتراک 6614 تن شرکت کننده برگزار شد. عبدالباری عمر معین ارزیابی خدمات صحی وزارت صحت از شفافیت در روند این امتحان اطمینان داده میگوید برخلاف حکومت پیشین زمینه پیشرفت برای هر طبقه را در کشور مهیا می‌سازند و دکترانی که برای تخصص می‌خواهند امتحان را سپری کنند در یک ساعت به آنان فرصت داده می‌شود. گزارش از فرهناز فریبرز. اینجا معین ارزیابی خدمات صحی وزارت صحت عامه در افتتاح امتحان دوره‌های اکمال تخصص طبی می‌گوید در تلاشند تا در آینده بست‌های اکمال تخصص طبی را بیشتر نموده و بعض شفاخانه‌های تدریسی دیگر را نیز در کشور برای حل مشکلات محصلان فعال سازند. در این دوره از امتحان تخصص طب 6614 تن شرکت نموده که تنها 1739 خانم شامل واجدان شرایط امتحان بود. شپک دره و شپک سو تورلس کاندیدان لرو چه پده که 5504 اتیا بایومتریک شوی دی او دوی با پی امتحان که برخ اخلی چه لده جمله تا خسرف ولس و نه درش مک خویند دی خویندو تا مک پده امتحان که یا زنگره پیکیج یا زنگره بستا یا زنگره کمک پا نظر کنی ولی. همزمان با این رئیس پوهنتون کابل میگوید که این امتحان به گونه شفاف برگزار شده و در سیستم امتحان هیچ گونه جل و تقلب راه ندارد. بده مسئولیت که کم بیغوری هم در دیر و زیانون و زیگندگی جوریده شد چه بیا داغه جبران با بیا زین وقت که ناممکن وی زین وقت که با دیر وقت او موده گواری. شما را از اشتراک کنندگان به نتیجه این امتحان خوشبینند و میگویند پس از مدت طولانی با راه اندازی این امتحان از سوی امارت اسلامی به آینده امیدوار شدند. امیدوار با آینده هستیم انشاءالله، چون ناامید نباید بود، چون آینده را باید با جد و جهد ساخت. حال نمیشه که برون دنبال دیگه مسلکی بگیرم یا دیگه شغل پیشه کنم، دیگه باید از طریق این رشته و مسلک خو کاری بکنم و بتونم مستر خدمت به جامعه خم باشم. امیدوار هستیم که دکتر صحبا بتونن جذب شوند در بسایی که اعلان شده و همچنان شرایط بهتر شود. بیشتر و پس از فروپاشی نظام پیشین این دکتران تازه فارغ شده در یک گرد همایی اعتراضی خواهان برگزاری امتحان تخصص طب بدون سهمیه بندی از سوی امارت اسلامی شده بودند. ظاهرا تلاش های این محصلان اکنون پس از 3 ماه نتیجه داد. خبرهای جهان پس از وقفه. چند خبر کوتاه از جهان.
حکومت ایالات متحده آمریکا رهایی 5 تن دیگر از زندانیان محبس گوانتانامو را منظور کرد. آژانس خبررسانی فرانسه به اساس یک اعلامیه وزارت دفاع آمریکا در مورد خبر داده است 3 تن این افراد از یمن، یکی از سومالیا و پنجمی از کنیا است. وزارت دفاع آمریکا میگوید همه این افراد که رها خواهند شد کدام خطر به آمریکا متوجه نمی کنند، اما مانند زندانیان دیگر رهایی آنها امکان دارد طول بکشد، چون آمریکا در تلاش است تا یک کشوری آنها را بپذیرد. رئیس جمهور روسیه هشدار داد که این کشور برای آمادگی در برابر اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا 2 هفته وقت دارد. ولادیمیر پوتین دیروز با یک گردهمایی آنلاین کابینه گفت همه باید با همدیگر مشترکاً کار کنند و برای حمله احتمالی جدید این ویروس آمادگی داشته باشند. دیروز از شناسایی 698 مورد جدید اومیکرون در روسیه خبر داده شد. استخبارات اسرائیل میگوید 4 زن را به اتهام جاسوسی به ایران بازداشت کردند. استخبارات اسرائیل میافزاید که اینها زنان یهودی هستند که از ایران به اسرائیل مهاجرت کردند. اعلامیه استخبارات اسرائیل میگوید یک جاسوس ایرانی به نام رامبو نامدار که خود را یهودی معرفی میکند با این زنان از طریق فیسبوک تماس گرفته است. اگرچه این زنان شک دارند که نام برده جاسوس ایران باشد، ولی در بدل پول با وی اطلاعات شریک کردند. این زنان عکس‌هایی از مقرهای دیپلماتیک آمریکا در تل‌آویو و بیت المقدس به ایران فرستادند. حال هم خبرهای اقتصادی. اتحادیه ملی تولیدکنندگان قالین افغانستان میگویند که پشم به خارج از کشور قاچاق می شود که این پشم قاچاق شده یکی از اقلام ارزنده برای بافت تار قالین به شمار می رود. این صنعتکاران از وزارت مالیه می خواهند که جلو قاچاق تولیدات افغانستان را در گمرک های کشور بگیرند. تولید کنندگان قالین افغان می گویند که پشم گوسفندی که توسط دهقانان در غزنی، زابل، فراق، قندهار و هلمند تولید می شود از افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و هند قاچاق می شود و از این رو است که تولید کنندگان داخلی با کمبود مواد خام در ساخت قالین مواجه می شوند. به گفته این اتحادیه آنها مجبورند از تارهای پشمی عراقی و عربستانی برای ساخت قالین های خود استفاده کنند که هزینه آن چندین برابر بیشتر است. این مملکت ها کوشش میکنن که از ما این پشم قاچاق ببرن و با و استفاده کنن بر ارتباط سنت رشد قالین خود کنن. اگر ما جلوگیری از دیره بکنیم که این انتقال نشوه بسیار بر رشد قالین ما بسیار مفاد داره که فعلا ما از نگاه پشم گوسفند فعلا در افغانستان بسیار با قلت هیچ نیست. همه پشم گوسفند ما چند سالی که بوده رفته. مواد خام اولیه یعنی پشم افغانستان و تاریس افغانستان به کشورهای همسایه قاچاق میشه. این سبب شد که بعد از 2 ماه تقریبا از حدود 2 ماه قیمت تار دستریس افغانستان که ما در قالین‌های خود استفاده میکنیم 80% افزایش یافت. وزارت مالیه هم میگوید که به تمامی گمرکات اطلاع خواهد داد تا صادرات تمام کالاهای مورد استفاده در تولیدات داخلی از جمله پشم را متوقف کنند. تجاران و بیا په خاص توګه صادرون کو د پاره خاص سهولتونو تسهیلات مې د نظر نیولې دي. همدا اوس هم زموږ د عوایدو حقوقي بخش اخته دی چې په قوانینو کې په طرز العملو کې په اصولو کې تسهیلات راولي، خو دا تسهیلات خامخا وخت نیسي. آگاهان اقتصادی میگویند اگر حکومت به صنعت تولید کنندگان قالین در افغانستان و مشکلاتشان توجه جدی نداشته باشد، به زودی این سکتور با مشکل ورشکستگی مواجه خواهد شد. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری از ایجاد یک کمیسیون برای حل مشکلات دهقانان و جلوگیری از تنش‌ها برای توزیع منابع آبی در کشور خبر می‌دهد. سرپرست وزارت زراعت و آبیاری کشور می‌گوید این کمیسیون از سوی امارت اسلامی ایجاد خواهد شد تا منابع آبی کشور به گونه درست تامین شود. سرپرست وزارت زراعت و آبیاری که برای بررسی مشکلات دهقانان به شمال کشور آمده است، در دیدار با مسئولان و دهقانان ولایت بلخ بر حل مشکلات دهقانان تاکید میکند. کمیته باید که یک شورا ایجاد کنیم، شورای دهقان، و باید که نماینده های اونا در ولایت بیان مشکلاتشان را حل کنند، به وزارت بیان و مشکلاتشان را حل کنند، چی مشکلات دارند.
و چی چیز از ما میخواهم ما با همراهشان هم کار کنیم. آقای راشد از مدغم شدن ریاست املاک به وزارت زراعت نیز خبر می‌دهد و می‌گوید وزارت زراعت مکلف است تا زمین‌های غصب شده در حکومت گذشته را دوباره از نزد زورمندان بگیرد. واسطه و وسیله ای ریاست از وزارت زراعت جدا کرده به وزارت شهرسازی منحل کرده بوده و ما این را کوشش کردیم پس به وزارت زراعت این را منحل کردیم. در همین حال مسئولان ریاست زراعت بلخ میگویند در 5 ماه گذشته این اداره توانسته است نزدیک به 4000 متریک تن تخم‌های بذری را به دهاقین این ولایت توزیع کنند. در عمق تحول خواستیمشان رویه دادیم و توانستیم که در این تحول ما 4000 متریک تن تخم بذری را ولایت بلخ تسلیم کنیم. پیش از این دهاقین ولایت بلخ از عدم حمایت حکومت در توزیع تخم‌های بذری انتقاد کرده و گفته بودند در چند سال گذشته هیچ کمکی از سوی حکومت گذشته برای دهاقین صورت نگرفته است. نرخ اسعار یک دلار آمریکایی 104 افغانی با 90 یک یورو 114 افغانی و 80 یک درهم امارات 28 افغانی و 1 بود. 1000 تومان ایرانی 34 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 567 افغانی و 1000 روپیه هندی 1212 افغانی. وضعیت هوا برای دیدن این مجموعه خبری و خبرهای دیگر به وبسایت ما سر بزنید www.arianaNews.afr